اکسیرونس وای ساخت درونه وای الینس اکسیر الیس دونیم سیرونه دب اکسیرونه ساخت درونه اور الینس اکسیر الیس دونیم سیرونه لش خرابه لسکلی نمیه سیرو ارکیزیم گوبلیز دشن همه با یارابا راستی میدونید بابا نوئل چقدر تغییر کرده تا به شکل امروزیش در اومده و چطوری از بین خیلی از سنت‌های دیگه هنوز که هنوزه باقی مونده؟ این در واقع خودش مثال برجسته‌ای از مخلوط کردن هزاران باور و آداب و رسوم مختلف از سراسر دنیاست تا که این چهره دوست داشتنی امروز یعنی همین بابا نوئل رو به وجود بود. میگن یک راهب یا یک کشیشی بوده به نام سنت نیکولاس که در قرن سوم بعد از میلاد در شهری به نام پاتارا ترکیه امروزی به دنیا آمد. این کشیش به مهربونی معروف بود. اون تمام دارایی ها و ثروتش رو بخشیده بود و در سرزمین های مختلف سفر میکرده و به بیماران و فقرا کمک میکرد. با گذشت سالها محبوبیت اون بیشتر و بیشتر شد تا جایی که به عنوان مدافع بچه ها مشهور شد. بعدها هر سال روز ششم دسامبر در سال روز درگذشت اون مردم جشنی با انواع خوردنی و خوراکی ها می گرفتن. در سال 1808 یک نویسنده آمریکایی به نام ایروین در داستانش بابا نوئلی رو معرفی کرد که بالای ساختمون‌ها با یک درشکه اسبدار پرواز می‌کرد و در هر خونه‌ای که می‌خواست از توی دودکش اون هدیه می‌انداخت. اون بابا نوئل رو به صورت یک مرد بزلگوی هلندی درآورد که شلوار گشادی می‌پوشید و یک کلاه لبه پهن سرش می‌ذاشت و همیشه هم یک پیپ بلند گوشه لبش بود. نهایتاً این چهره مدرنی که بابا نوئل امروزی داره با به وجود اومدن دوربین عکاسی و فیلمبرداری به وجود اومده. وقتی که هنرپیشه معروف هادون ساندلوم در یک آگهی برای یکی از شرکت‌های نوشابه‌سازی در سال 1931 شرکت کرد با چهره یک بابا نوئل و با شمایل پدر بزرگی با ابعاد انسانی و یک لباس قرمز رنگ ظاهر شد و از اون موقع این چهره بابا نوئل امروزی با چشمان چشمک زن رو در اذهان همه ما جا انداخته. خب همینجا هم یادآوری کنم که برای ما ایرانی ها عمو نوروز نمونه و شاخص همین خواست ها و همین آرزوهاست. یعنی آرزوهایی مثل امید، شادی و بخشش و مهربانی.
داریم به پایان برنامه‌مون میرسیم، اما قبل از خداحافظی نکته‌ای رو که یک هموطنمون برامون فرستاده می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. این هموطن نوشته که آیا می‌دونستید که مادر امام 12 شیعیان از نوادگان یکی از حواریون حضرت عیسی علیه السلام بوده؟ و بازم همین هموطنمون اضافه کردن که آیا می‌دونید شیعیان معتقدند که حضرت عیسی مسیح همراه با امام 12 هر دو با هم و همراه همدیگه برای پایان دادن به ظلم و ستم و برقراری عدالت ظهور خواهند کرد و با این ظهور آفتاب صلح و یگانگی پایدار با اونها خواهد تابید. با تشکر از این هموطن عزیز و یادآوری که کردید.